Ich glaube, die verlieren auf der anderen Seite des Mondes gerade den Funkkontakt. Wenn alle die Nerven behalten, werden wir jetzt einfach abwarten. خیلی خوب، باید مطمئن بشیم کاری نمی کنیم که سی ام اس ما خراب بشه. نیروی برق با باتری ها مرتبه، ولی جریان اصلی رو از دست میدیم. سلول شماره 2 سوخت. خیلی خوب، میخوایم اون رو نگه داریم. آف نیست، بیا تو. فکرم بیا. In solchen Situationen klingen die Stimmen der amerikanischen Jungs aus dem Weltraum ganz ruhig. Hoffnis, Bier zu. Fechtern wir. Hier lass es auch kunden, nämlich um ihn morgen etwas das bitte. Hier ist sie da, Mirese. Je war Konische als der Ferguson. فرمانده فرگوسن به آخرین پیشنهاد کنترل واکنش نشون میده. ده ماین حرکت کردیم چف، سعی کردم شما رو متصل کنم به کامپیوتر یدیکی، ولی هنوز عکس العمل از کنترل دریافت نشده. دریافت شیش، هنوز اینجا اشکالی مشاهده نشده. انگشتتون روی اون کلید نگه دارید. یه مرد فکر کردم بهتره در این مورد متمدن باشیم. خب اون آخرین کلمات بودند. ارتباط رادیویی رو از دست دادم. ماموریتی که قرار بود افتتاح کننده اولین پایگاه دائمی بشر در ماه باشه وارد یک مدار شده که اگر معجزه ای رخ نده منجر به بروز اولین فاجعه در فضا میشه. بالاخره واکنش دیده شد. لحظه به لحظه در جریان این رویا قرار خواهیم داد. این برای یک فاجعه محسوب میشه. همگی دعا کنید. سایت فرهنگی هنری ایران دوبله با افتخار تقدیم میکند. از مرگش مدت زیادی نمیگذره، هنوزم نرمه. وقتی موضوع خشونت باشه واقعا انسان ها تبدیل به حیوان میشن. نمیخوام مزاحم صبحونه خوردنت بشم. خدای من، ندیده بودم یه نفر اینقدر بزنه. یه نویسنده بوده؟ تو انگلیس با نویسنده همچین معاملهی میکنن؟ لطفا میشه اونو آره، این اولین چیزی که داشتم. اولین چی؟ نویسنده. میشه گفت یه چیزی از بین کتابا. ببخشید. چی پیدا کردی؟ همسایه بغلی به نگهبان شب اطلاع داده، نگهبان شب جسد پیدا کرده و به ما اطلاع داده. بهتره با اون همسایه حرف بزنیم. گروه بانداف، وقتی پیداش کردین این تلویزیون روشن بوده؟ بله قربان، وقتی من رسیدم روشن بود.
دیدم که در بازه. این روزا عقلانه نیست. به نگهبان اطلاع دادم. شما جسد رو ندیدین آقای پنینگتون؟ آقای مرلا رو خوب میشناختین؟ نه اصلا نمیشناختمش، فقط همسایه بودیم. شما انگلیسی ها؟ ما اینطوری هستیم. مهمونم دراش دوست دختر. نه من ندیده بودم. دوست سر چی؟ نه خب درسته که آدم عجیبی بود، ولی اونجوری دیگه نبود. از شما خبر نداریم براش مهمون میومده یا نه؟ منظورتون چیه؟ منظورم اینه من صدای تلویزیون شما رو به وضوح میشنوم. معنیش اینه شما هم هر صدایی رو میشنویم، مثل خنده، بحث و یا صداهای بلند. اگه تلویزیونم روشن باشه نمیشنویم، صدا رو محو میکنه، میدونیم که. بله میفهمم. پس چطور از این واقعه با خبر شدیم؟ وقتی آگهی های تجارتی شروع شد شیشه های شیر رو گذاشتم بیرون، در خونش کاملا باز بود، منم نگهبان رو صدا کردم. برنامه تلویزیون از دست ندادین؟ خب همسرتون چی؟ همسر من مرده. آه متاسفم. متشکرم آقای پنینگتون. چه مشروبی میخورین آقای پنینگتون؟ شما چی گفتین؟ ویسکی. ویسکی خیلی کم. چطور؟ همینطوری. تلویزیون نمیذاره راز جنایات کشف بشه داف. چطور مگه بازرس؟ دیگه کسی چیزی نمیشنوه. خب حالا میتونم با نگهبان حرف بزنم. عشق‌ها از لبخندها بیشتر است، دریاها بیشتر از خشکی است، و روزی غم بیش از حد بشر همه جا را فرا خواهد گرفت، مقوسی بر فراز ناکامی‌ها به حرکت در خواهد آمد. خب از این چی می‌فهمی؟ از ادبیات مدرن سر در نمیارم قربان. خب در زمان مرگ تلویزیون روشن بوده، یک کمی پیشرفت کردیم. امکان نداره. من خدایم فوری آمبولانس خبر کن، به بیمارستان اطلاع بده. چطور ممکنه دوباره زنده بشه؟ تصادف جنبه. این گروهبان هیوزه، ایشون اینجا کشیک میدن. اگه یک کلمه هم حرف زد به من بگی. برا قربان. نگهبان ساختمان چی؟ میگه وقتی پنینگتون صداش کرده اومده و دیده طرف مرده، دویده پایین و با تلفن با ما تماس گرفته. دلیلی داره باور نکنی؟ ظاهرن که نه، ولی میگم دربارش تحقیق بشه. خب در مورد مهمون چی؟ همون حرف پنینگتون زد، مهمون براش نمیرفته. شب مرگ مهمون داشته سونفلد؟ تا حالا اسمشو نشنیدم. فردا صبح ساعت 9:30 بیا دنبالم. به محض اینکه راد دادم برو اون تو.
پس در موقع وقوع جنایت تلویزیون روشن نبوده؟ ظاهرا خیر. به هر حال نگهبان میگافون روشن کرده بوده، چون فضا نوردا رفته بودن اون طرف ما و هنوز هم... خیلی خوب باشه، نمیشه به خاطر این کار ادامهش کرد. اثر انگشتم بوده؟ نه چیزی نبوده، روی مجسمه خیلی کم و تنها اثر انگشتی که روی تلویزیون هست مال نگهبانه. درست وقتی که فکر میکردم دارم راحت میشم، کم کم داره از اون پرونده های ناجور میشه. مطمئن نیستم بازرس، زونفلد رو پیدا کردیم، چون کار زیاد مشکلی نبود. کاش همه یه کارهای اینطوری بود. ببینین رسیدیم، شماره 44. دکتر زونفلد لطفا طبقه اول آخر راه رو طرف چپ. متشکرم. لعنتی. صبح خیر. صبح خیر. من بازرس برونل. آه بله بازرس برونل، به دکتر گفتم تلفن کردیم. برونل. ببخشید. دکتر بازرس برونل اومدن شما رو ببینن. وحشتناکه مگه نه؟ تو دفتر تلفن زونفلد زیاد نیست؟ نه. گفتیم فرانسوی هستی؟ بله. امیدوارم آقای مورلارت درد سر نیفتاده باشه. خب دکتر زونفلد شما رو میبینن. من انتظار داشتم یه مرد ببینم. متاسفم این تقصیر من نیست، من هم انتظار یه بازرس انگلیسی رو داشتم. خب باید اعتراف کنم در پاریس یه فرانسوی که با یه بازرس انگلیسی مواجه شده بود همینقدر متعجب شده بود. که اینطور پلیس فرانسه و انگلیس دارن نقاط ضعف هم دیگر رو پیدا میکنن. خب چرا نمیشینی؟ متشکرم. من به خاطر جان مورلار اومدم. بله منشی من گفته بود. میشه بپرسم دکتر که روابط شما و آقای مورلار روابط شخصیه یا روابط حرفه‌ای؟ کاملا حرفه‌ای بازرس، اون مریض منه. دیشب تو آپارتمانش پیداش کردم. مرده؟ کاملا نه، ولی شدیداً بهش حمله شده. از شدیدنش خیلی متاسفم، امیدوارم به زودی حالش خوب بشه. دیگه امکان نداره حالش خوب بشه. چقدر غم انگیزه. ظاهراً هیچ کس چیزی ازش نمیدونه. خب من خیلی چیزا ازش میدونم، ولی گمان نمی کنم دشمنی داشته باشه و یا دوست، این یکی از اشکالاتش بود. ولی حتما یه دشمن داشته. گمان نمی کنم همیشه اینطور باشه، ممکنه یه مرد کاملا غریبه به یه نفر حمله کنه. تا گیلاس بیرون بود، یکیش براندی داشت و اون یکیش ویسکی. خب چه کمکی از من ساخته است؟ برای چی به شما مراجعه کرده بود؟ استعداد عجیبی در خلق فاجعه دارم. ولی تو حالا زنده موندین؟ نه برای خودم، بلکه برای سایرین. اومدین پیش من تا این استعدادو به اثبات برسونین یا کمک کنم که این عوض بشه آقای مورلار؟ خب خیالاتی بود. اکثر کسانی که اینجا میان فکر میکنن نمیتونن این دنیا رو تحمل کنن. آقای مورلار فکر میکرد دنیا تحمل اونو نداره. در مورد اون شروع کار از مرگ دایه‌ای بوده که ازش متنفر بوده، از سرخک مرده. فکر میکرد مقصر مرگش بوده. یک ماده سگ ایرلندی بود، اهل کلیسا، تسبیح به دست و در نیاز مبرم به تسکین نفرین شده ها. شما موجودات پستی هستید، دیگر خداوند به وجودتان راه پیدا نخواهد کرد. شما ها یتیم و آواره خواهید شد، ولی شیطان موفق نشد، چون خداوند قادر است و در غضب خشمش را چون آتش بیرون می‌ریزد، جاهلین را عذاب می‌دهد و گوشتان دست از مردم را که با شرارت زندگی کردن می‌خوشگاند. خداوند شیطان را به تاریکی فرستاد تا انسان آزاد و رها باشد و تنها خدا را بپرستد. شب‌های متوالی وجود من را از حرف‌های مربوط به خون و آتشی که آرزو می‌کرد حاکم بر زمین باشد پر می‌کرد. تا یک شب وقتی در تب سرخک می‌سوختم، چشمانم را بستم و به درگاه شیطان دعا کردم. شیطان عزیز بگذار در
در آتش جهنم بسوزه، همونطور که منو میسوزونی. روز بعد به رخت خواب افتاد و مرد. اون یه نویسنده بود، برای همین توصیفاش تا حدی مبالغه‌آمیز هستن، ولی برای جلب کردن کافی نیست. خب بازم بوده؟ بله بله، متاسفانه خیالاتش به همینو خلاصه نمیشه. یک جای وحشتناک بود با هتل های کهنه و اسامی مثل اتلانتیس، فرویو و ولکام. مادرم شبیه هتل ها بود، 10 سال از اوج زیباییش گذشته بود، مقدار زیادی رنگ و روغن چین و چروکاشو پوشونده بود، یک سعی مذبوحانه برای تظاهر به گر بودن. جان یه دفعه هم شده یک کاری بکن و لطفا برو اون چتر منو بیار. پدرم سبیل داشت و یک بلیزر و عنوان سرگردی که از یک هنگ ذخیره در شرایط بحرانی انگلیس به دست آورده بود، ولی تناسبی با مادرم نداشت. کفشار خراب کن تا بعد با سرپایی به مدرسه. اوه خدایی، من نمیدونم چرا یه همچی بیشوری نصیب ما شده. من میدونم شباهتی به ما نداره، چشمای تیز و دهن احمقانه و نیمه بازش، معلومه که خیالاتی میشه. تا زیادی سخت میگیری. Versuch jetzt bloß nicht mehr mit vielen Worten blauen Dunst vorzumachen, Henry Mahler. Er ist der geborene Tor. Ich weiß, wo er das her hat. Das und seine ganze Erbmasse. به اون دست نزن، بازه خوش باشه. بازم داری طرف اونو میگیری؟ چیه قرار من خودم تمام این کارا رو انجام بدم؟ نهار بدم، همه چی رو جمع جور کنم؟ میدونی چی؟ از وقتی که این بچه اومده من دیگه نمیتونم اینجا رو طاقت کنم. جان بیا اینجا به مادرت کمک کن. ور رفته بودین؟ نه. داد نکشیدین؟ بهشون خبر ندادین؟ وقتی از پنجره اون هتل دیدمشون فهمیدم که نمیشه کاری کرد. مطمئنین این فقط یه بهانه نیست؟ میشه گفت ساده ترین تعبیرشه، و اگه فقط این اتفاق بود بازم مهم نبود. یعنی بازم بوده؟ چند تا، و همشون غیر قابل علاج بودن؟ من اینطور احساس میکردم. و در سراسر عمرش همچین محکومیتی رو با خودش حمل کرده. بله، فکر میکنم اینم یه راه برای توصیفشه. دکتر، خانم هریسون اومدن شما رو ببینن. خب متاسفم باز راست برام مریض اومده، اگه لازمه که بازم کمکی در این مورد به شما بکنم. بله لازمه. میخوام بدونم سایر اتفاقات چی بودن. اگه معتقد بوده که فاجعه آفرینه، شاید یه نفر دیگه هم اینو فهمیده و ازش انتقام گرفته. آها، من که فکر نمی کنم. اغلب مردم دیدی عاقلانه در اینجور موارد دارن، فقط خود افراد خیالاتی داستاناشونو جدی میگیرن. میتونم ساعت 6 بیام، کارتون که تموم شد.
امشب؟ یه قاتل یا لاغل یه کسی که اقدام به قتل کرده امشب در لندن میگرده و من دوست دارم پیداش کنم. ولی با یه نفر قرار شام دارم. خیلی خوب بازرس، ساعت 6. متشکرم. هم جبهه غرب برای شما مفهومی داره؟ تو دفتر روزانش نوشته بود کنار اسم شما. نه نمیدونم چه مفهومی ممکنه داشته باشه. متشکرم دکتر. ببخشید لطفا راه رو خلوت کنید. ببخشید، خبری شد؟ نه قربان، نمیشه گفتم زنده است. با دکتر جانسون آشنا شدم، امروز اینجا نیست؟ فکر میکنم باشم قربان، ولی سر همشون شلوغه. همشون از اینکه وضع اینجوری شده یک کمی ناراحت هستن. نگه به نظر نمیرسه. نه سب کن ببینم، داره میاد. لازم باید رسمای بیشتری داشته باشیم. بلیت تلفن کن و سعی کن مایک مانوس رو بیاری اینجا. لیست کامل مجروحین رو بهشون بده. آه بازرس برونل، تو واقعا که مایه درد سری. آه وایت، رقم بچه ها رو ازش جدا کن، مایک مانوس ناراحت میشه. میدونی نیم وقت تلف کردنه، نمیتونیم اون دستگاه معطل بکنیم. وقت شما هم تلف میشه. کافیه یک کلمه ازش چیزی بشه. آروارهاش از جا در اومدن، اگرم خالشو داشت نمیتونست یک کلمه ادا کنه. خب میتونه بنویسه؟ اینو میبینی؟ این ضربان قلبشه. خوب به این نگاه کن تا شاهد یه معجزه باشی. این AAGه. مغزش بعد از ضرباتی که بهش وارد شده نباید کار بکنه. عجیبه؟ مغز خودش یه نیرویی داره. دارم بهت هشدار میدم برونل، وقتی جیغ و داد اون مغز تموم شد من فوری اون تختو میخوام. پهلوش بمون، مداد و کاغذ تو هم آمده نگه دار. چشم قربان. اشکالی نیست بازرس، معاون کمیسر میخواد با شما چند کلمه صحبت کنه. متاسفم رونل، از دفترت گفتن در میری پیش ناشرش، میخواستم مطلبی رو بهت بگم. در خدمتتون هستم قربان. درباره مورلر؟ بله. پرونده دیگه ای هم داری؟ بله قربان، فعلا داریم سر نخایی به دست میاریم. دلش کن، میخواییم بدونیم کار چی بوده برونل. منم میخوام. البته خوشحالم که دست تو، دلمون نمیخواد غیر از تو کسی روش کار بکنه. چرا نمیری تو پیکالری حرف بزنی؟ اونجا بهتر میشه راه رو بنده باد بچه. چیزی هست که من باید بدونم؟ نه، فقط با من در تماس باش. نویسنده واقعا خوبی بود، این چند کتاب آخرش خیلی بهتر بودن. راجب چی بودن؟ شیطان و قدرت. استعداد عجیبی در ربط دادن اینها به هم داشت، ولی کسی نمیخواست بدونه. نسخه‌اش همیشه فروش میرفتن و هیچ وقت هم انتقاد نمیشد. امکان داره نوشته‌اش براش دشمن تراشیده باشه؟ بهتره بخونین تا بفهمین. چون کسی به اونا توجه نمیکرد، گمان نمیکنم کسی هم به فکر قتل اون افتاده باشه. میدونین عجیبه، یه حالت خاص داشت، یه حالت تنهایی، جدی بودن، کمی تهدیدآمیز. راستشو بگم تعجب نمی کنم اگه کسی سعی کرده باشه اونو بکشه، ولی خب نمیتونم بگم چرا. زندگی خصوصیش چی؟ نمیشه گفت زندگی خصوصی داشت، واقعا تو خودش بود. در تمام این مدت که میشناختمش یادم فقط چند دقیقه دیدمش، ملاقات کوتاهی بود. خب من تمام نوشتهاتو خوندم جان، خیلی هیجان انگیزه. از تجزیه تحلیل طعن‌آمیز در مورد نخست وزیر خوشم اومد، ولی یه نکته ای هست که منو نمی کنه. دشمن مقتدر شیطان، باید در مقابل رأی قربانیانش قرار بگیره. بیچاره ها، بی امید ها و مایوس شده هایی که نابود میشن. خب این یک کمی شدیده. من مسئول گفته شخصیت های کتاب نیستم. ناامیدی کلبی بهش این حق امیده به هر چی میخواد بتازه. آره ولی خواننده ها اینو درک نمی کنن، فکر میکنن حرفای توئه.
چندان برام مهم نیست. منم ناامیدی رو تجربه کردم. آه و بعد میگی که این یه بخش یک دیگه که متوجه نشدم. لیلا چیه؟ جان؟ یه دقیقه صبر کن، فکر میکنم ما باید جان؟ ارائه شده توسط وبسایت ایران دوبله. بیشتر از 3 ساعت اونجا نشستن. وقتی داشتم میرفتم هنوز اونجا بودم. دفعه بعد که دیدینش حرفی از اون زدین؟ نه. نه، آدم نمیتونست از چیزی که مورلار نمیخواست صحبت کنه. و اون ولگرد، اونو یادتون هست؟ میشه مشخصاتشو؟ گمون نمیکنم. نه، من یکمی نزدیک بین هستم. از کمکتون متشکرم. میبخشین، این تنها داستانی بود که من داشتم بگم. با این وضعی که داره حتما دلیل خوبی برای زنده موندن داره. با این آگاهی نمیتوانم تنها زنده بمانم و از این مهمتر نمیتوانم با آن بمیرم. و این وحشتناک بودن وضع موجود است. هر طرف آن به مرگ منتهی میشود. خداوند و عیسی مهربان اسامی متداول هستند. دهان پرهیزکاران بسته شده است. آنچه را که میتواند میگیرد. از الهم خبری نیست. دیوارها یک ریختند. پس مفهوم غیر ممکن در چیست؟ زونفلد ای کاش میدانست. چشماتون خراب میشه بازرس. داشتیم لیست مستجرا رو نگاه میکردیم ولی چیزی گیر نیاوردیم. فقط یه زن سعی کرده باهاش صحبت کنه. سعی کرده بود وادارش کنه عضو انجمن مستجرین بشه و ظاهرا در جواب گفته با این مزخرفات خودتون مزاحم من نشین و درو به روی طرف بس. کم کم احساسی تحسین‌آمیز بهش پیدا میکنم. حتی با این کلکسیون عکساش. به اون تصویر اهریمن نگاه کنیم. زیاد خوشگل نیست مگه نه؟ یه هیولاست که برای نبرد با خدایان خلق شده. بکره نه اینکه خوشگل باشه. بکنه نه این که خوشگل باشه. بیا میخوام چیزی نشونت بدم. از بیمارستان چه خبر؟ مثل قبل. من چند نفر دیگه میخوام تا امشب روی مسجرهایی که کار میکنن تحقیق کنن. اگه چیز مشکوکی دیدن میارمش رو کاغذ. افراد لازم رو برای این کار بهمون میدن؟ بله میدن. اینو نگاه کن. سیل، گردباد، زلزله، قتل عام، کشتار، قتل، آدم ربایی، سانحه هوایی، قحطی، همش فاجعه است. و همه اینا رو از سالها قبل جمع کرده. دیوونه است؟ شاید. ولی وقتی آدم تمام اینا رو با هم میبینه متوجه میشه که در دنیای ما چقدر فجایع. همه چی رو جمع کرده. سقوط بمب افکن B1، زیر دریای آمریکایی. آخری ای فگه یکمی
حیف اگه یه کمی دیگه بیشتر زنده میموند یه چیزی هم از ماه اضافه میکرد. فجایع تمامی ندارن گروه بندرف، با مردن اون یه فجایع دیگه پیدا میشه. خب پس موضوع چی؟ من نمیدونم، فکر کردم شاید تو بتونی یه نظر جالب بدی. مرگش یه فاجعه خواهد، شاید خواسته خودشم وارد این کتابچه بشه. بد نیست، شاید. لطفاً بگو راجرز بقیه چیزها رو بیاره به دفتر من، باید کلی وقت صرف خوندن اون روزنامه ها و کتاباش بکنم. از اون روان پزشک چی فهمیدی؟ قرار شد دوباره ببینمش. الان لااقل کم کم دارم میفهمم نظریه زنان نسبت به مردا چی. زنی؟ آره، نه، به تیپ تو نمیخوره. میخوام تا جایی که ممکنه به شما کمک کنم بازرس. تمام یادداشتمو در مورد مورلار مطالعه کردم ولی چیزی ندیدم که با اسمش اونطور که شما میگین یه نفر بهش حمله کنه. و امشب برای من شب خیلی مهمیه. خیلی مختصرش میکنم. شما میدونین ال کی میتونه باشه؟ خیلی عجیبه، تو یادداشتاش نوشته از ال هم خبری نیست. این برای شما معنی خاصی نداره؟ نه یادم نمیاد از ال برام حرفی زده باشه. ظاهراً فقط به فاجعه فکر کرده. به نظر شما میشه سایر اتفاقاتی رو که مورلار خودش مقصر اونا میدونسته فاجعه نامید؟ خب بله، لااقل یکی از اونا رو میشه فاجعه تلقی کرد. مرگ و میرم در کار بوده؟ بله، چندتایی. چندتایی؟ مورلار هم به خاطر سرزنش شده بود؟ خب بله، به سنین شده بودن، بله. میتونم بار نومو در بیارم دکتر؟ پارسونز، چون اسم اول تو والتر و پدرت هم یک کارشناس در سرمایه گذاریه، شاید میل داشته باشی تو بگی. بله قربان. این اولی مبارزه است که در من یه سرنخ بهت دادم. در حالی که این شکنج جریان داشت ترجیح دادم تماشا کنم که چطور باد سرد پاییزی برگ‌های قرمز رنگ درختان را آواره می‌سازد. خودم را از میدان شکنجه به دور بردم. خب به رهبری والتر بی پول بود و تو را خدا بگیر بشین. با این اغزدنت حال منو به هم می‌زنی. در واقع حقایق و کتمان می‌کنی. مارلر بله. میشه فرض کنیم که اگه فکرت با ما نیست لااقل جسمت اینجاست؟ بله آقا. خب منظورت از بله چیه؟ فرض شما کاملا درسته آقا، داشتم برگا رو تماشا میکردم. برنسا بایسا، تو عمدن سعی میکنی که منو مسخره کنی مرور. مطمئنم هر کسی فقط میتونه خودشو مسخره بکنه آقای کاپلی. ساکت. واقعا که جالبه، ظاهراً یه فیلسوف در میان ما هست که برگ‌ها رو تماشا میکنه. خب من در این کار فیلسوفانه بهت کمک میکنم مولار. بعد از برنامه یک کلیسا تو میری بیرون و دقیقاً 1149 تا برگ جمع میکنی و این عدد بدون شک میدونی که تاریخ پایان گرفتن دومین جنگ صلیبیه. چشم آقا. بعد برگ‌ها رو میاری به اتاق من تا اونها رو بشمریم و اگه یک برگ کم یا زیاد باشه خوردت میکنم مولار. انقدر کتکت میزنم که تا آخر عمر بی ارزشت یادت بمونه. از سر را رد شو پسر. خب برگاتون آقا 1149 تاست. این قبول نیست مولار، این برگا خیسن، نمیتونم بذارم فرشمو گلی بکنی. برو خشکشون کن. چشم آقا. چطور جرأت میکنی اینطوری نگام کنی؟ برو گم شو، برو گم شو.
معلم و 4 بچه در آتش سوختن. معلمه همونی بوده که اونو وادار کرده؟ بله، دروازه‌جویی تمام ماجرا برملا میشه. مورلار اعتراف کرد در اجاقو باز گذاشته بوده. ظاهرا علت آتش‌سوزی هم همون بوده. کسی فکر نکرد که از روی عمد بوده. از تمام اتهامات تبرئه شد. پدر مادر بچه‌هایی که سوخته بودن چی؟ اینو من نمیدونم. خب، اولین سرنخ رو به هم دادین دکتر. متشکرم. خب، خوشحالم که تونستم کمکی بکنم. خود مورلار چه احساسی داشته؟ وقتی جلوی در به معلمم نگاه کردم فهمیدم که اون میمیره. اون 4 بچه چی؟ یکی از دلایل اینجا بودنم اونان. تو ساختمون آتیش زدی؟ من مدرسم آتیش نزدم. من ترمز ماشین پدرم رو دستکاری نکردم. پس چی؟ مطمئنم که چیز دیگه بوده. خب چیز دیگه ایم بوده؟ چی؟ درسته، در جنوب کنت. بله بله، میخوام بری اسم بچه هایی رو که مردن بگیری. بله بله، بعد مشخصات کامل خانواده هاشون رو میخوام. کدوم ها زندن، چی کار میکنن و کجا. میدونم دیر وقت گروه بان. میدونم. چطور فردا صبح شروع بکنیم؟ فردا صبح زود. ال امروز فردا برمیخیزند. یکی از آنها گفت من یک شخص عادی هستم که کارم را انجام میدم و یک مشت حرفای دیگر. آنها نگران شکاف های وست فرانت هستند. خواهیم دید. اومدم. تلکن تکس. بله. گروه بنداف بیا تو. فکر میکنم یه چیزی پیدا کردم. منم همینطور. دو تا از همسایه ها میگن پنینگتون احساس میکرده مورلار مسئول مرگ همسرش بوده. چطوری مرده بوده؟ ظاهراً خودکشی کرده. مورلار این عادتو داشته که خودش رو مسئول حوادث جلوه بده. ولی در مورد پنینگتون آیا شهامت آدم کشتن داره؟ نمیدونم. اگه زنش رو دوست داشته امکانش هست. همسایه ها باید سرشون به کارشون باشه. قصد کمک داشتن آقای پنینگتون. چرا به من کمک نکردم؟ از زنم متنفر بودم ولی سعی نکردم اونو بکشم. برای مسلمه. ولی هرچه اطلاعات ما بیشتر بشه راحتر میتونیم بفهمیم کی میخواسته اونو بکشه. نباید کاری به کارش داشته باشیم. جدی میگم. تا نه چشمای مولا. نمیشه یه آدم به خاطر حالت چشماش کشت آقای پنینگتون. بعضیا رو باید کش. کلیسا میگه در وجود بعضیا شیطان هست و واقعا هست. دارم بهتون میگم اگه به خاطر اون نبود الان زن من زنده بود. مورلار اونو کشت. با اسلحه اونو نکش. برای کشتن فقط یک راه وجود نداره. خب بگین چیکار کرده بود آقای پنینگتون؟ همش به خاطر ماهی بود. ماهی؟ ماهی؟ نگاش کن خراب شده. چطور میتونی برای یه ماهی گندیده خراب پول حروم کنی؟ به دقت نگاش کردم گریس. گندیده نیست، مال نور اینجاست. هیچ ربطی به نور اینجا نداره. خراب شده، فاسده. رنگشو نگاه کن. اوف، واقعا که تهوع آوره. مرده. تمام ماهی ها بعد از مردن اینطور. میخوام بدونم این ماهی از چی مرده. حتمی پر از جیوه و سرب و تمام سموم دریا. مثل بقیه ماهی ها مرده. من میرم ساس جعفری درست کنم. اگه میخوای منو مسموم بکنی دیگه چرا این کارا رو میکنی؟ میخوام تو رو مسموم کنم. ماهی کاملا خوبیه. امکان نداره آقای میلر. درست کنه آقای میلر. او فقط به تو احمق میتونه اینا رو بفروشه. من که نمیخورم. تو خودت اول نخوریش من لب نمیذارم. خیلی خوب. تو رو خدا اینقدر داده بیداد نکن. یه چیز دیگه میخوریم. خدای من تمام روزو به فکر این غذا بودم. بعد تو
یه همچی چیزی میاری خونه پر از کثافت و آلودگی؟ نمیدونم چطوری به این زندگی ادامه دادم. قاب داد نزن کریس. چطور داد نزنم؟ تمام مدت صدای تلویزیون سقفو میاره پایین. تو به همسایا بیشتر توجه داری تا به من. تو چی داری میگی؟ من ماهی لعنتی رو بستم انداختم دور. حالا لطفاً یه قرص بخور و آروم بگیر. یه قرص بخور واقعا که خدای من، تو اون دکتر نمیدونم برای چی تعامل میکنم، خودم هم نمیدونم چرا. من یه قوطی راویولی باز میکنم، راویولی میخوری؟ من میخوام بمیرم، ترجیح میدم بمیرم قبل از اینکه تو منو بکشی. خودم اینطوری حرف نزن. برات مهم نیست، هیچکس اهمیت نمیده. نه خیر، من خودم میکشم. اینقدر حرف نزن، بپرزن. همیشه نویسنده بوده. به چی فکر می‌کنی؟ Jeden Abend die Zeitung durch, um zu sehen, ob er noch unter uns weilt. Ein medizinisches Wunder, sagt man. Ja. Er hat einen starken Lebenswillen. Tja, da hätten wir es mal wieder. Leben und Tod, verdammt komische Dinge. Und was ich über ihn weiß, er war bei mir tätig, eine Zeit lang. Einer dieser jungen, ehrgeizigen Advokaten, die mit allen Mitteln versuchen, endlich ein bisschen Geld zu verdienen. Ich hatte eigentlich nie viel mit ihm zu tun. Wenig Gemeinsames. Nicht einmal die Juristerei. Er war nicht mit dem Herzen dabei, das ist tödlich in jedem Beruf. Er war mit seiner Ehe nicht klug beraten, aber sehr einflussreich. War vermutlich auch keine Hilfe. Wie würden Sie sein Wesen beschreiben? Ein besonders in sich zurückgezogener Mensch. Er hatte irgendwie beunruhigende Augen. Man konnte ihm bei einer Unterhaltung nie in die Augen blicken. Es verursachte einem Schuldgefühle. Weshalb hat er die Juristerei aufgegeben? Ich dachte, das wüssten Sie. Ich dachte, deshalb wären Sie gekommen. Nein, das weiß ich nicht. Nun... Ja, Mr. Morla, und darf ich Sie bitten, sich kurz zu fassen? Bei Ihren ersten Ausführungen neigen die Verteidiger dazu, mit der Zeit des Gerichts großzügiger umzugehen, als absolut nötig ist. Milord. Das Hauptverbrechen dieses Pamphlets von Mr. Lovelace liegt darin, dass er zugibt, dass er alles in seiner Macht Stehende tun würde, um die Welt zu verändern zugunsten einer humaneren als die, in der wir leben. Seine Formulierung, nicht meine. Er hat am Straßenrand Reden gehalten. Er hat sogar an gewisse Politiker geschrieben und auch Artikel verfasst. Die Anklagepunkte interessieren das Gericht. Mylord, der Vertreter der Anklage macht viel Aufhebens von der Tatsache, dass mein Mandant den Wunsch geäußert hat, das Kriegsmuseum ein für allemal aufzulösen. Wieso, fragt der Angeklagte, schicken wir ganze Busladungen von Kindern dorthin, um diese Sammlung zur Verherrlichung des autorisierten Mordes zu bestaunen? Ein Verbrechen? Wirklich? Sehen Sie sich diesen ehrwürdigen Gerichtssaal an. Wir sind angeblich zivilisiert, nicht wahr? Und doch stoßen wir die Unschuld in eine Schreckenskammer, die vollgestopft ist mit Leid, mit Verstümmelung und Tod, und sagen, seht ihr Kinder, das ist das, was Britannien groß gemacht hat. Aber wo in diesem Zufluchtsort des Grotesken finden wir das Scheckheft eines Waffenfabrikanten eingerahmt? Zusammen mit Großvaters beschissener Tapferkeitsmedaille und seinem künstlichen Bein. Ich jedenfalls stehe auf der Seite des Angeklagten. Wenn ich nur wüsste, wie, ich würde dieses verdammte Museum in die Luft jagen. Wer solche Gedanken hat, so argumentiert, wenn ich mich recht erinnere, die Anklage. Wenn ein Mann unsere blutige militaristische Vergangenheit so vernichtend verurteilen kann, wozu ist er dann nicht fähig? Das werde ich Ihnen sagen. Meine Damen und Herren Geschworenen, er ist nicht fähig, gar nichts zu unternehmen. Aber es gab keine Bombe, keine Drohungen, keine Verschwörung. Sie wissen es, die Anklage weiß es, ich weiß es. Das ganze Gericht weiß es. Nicht der Angeklagte sollte hier vor Gericht stehen, sondern eine verblendete Gesellschaft, die fröhlich eine Generation zum Abschlachten schicken kann im Namen des Krieges und dennoch die Unverfrorenheit besitzt, einen harmlosen, unseligen Toren wie Lovelace vor Gericht zu stellen, wegen einiger Worte. Ein Verbrechen wurde nicht begangen. Also kann es keine Verurteilung geben. Mylord. Einige gute Argumente, das gebe ich zu.
Aber McKinley war der falsche Mann dafür, insbesondere wegen der Art und Weise. Er belehrte die Geschworenen, erhielt einen Schuldspruch, verurteilte ihn. Es besteht kein Zweifel daran, dass Sie eindeutig gegen die bestehende Ordnung zu Gewaltakten aufgerufen haben. Die einzig angemessene Strafe dafür ist, Sie aus der Gesellschaft zu entfernen. Ich verurteile Sie infolgedessen zu einer Gefängnisstrafe von 9 Jahren. Gehen Sie ihn ab. Darf ich raten, was als nächstes passiert ist? Als er ihn anstarrte, wurde der Richter bleich. Ganz genau. Auf den Punkt. Und später ist ihm etwas zugestoßen. Im Richterzimmer, eine Stunde nach dem Prozess. Er erlag einem Herzanfall. Der Leichenbeschauer fragte, ob es irgendeine Erklärung für den Ausdruck des Entsetzens in seinem Gesicht gäbe. به چی فکر میکنی بازرس؟ چیزی که تو فکر اونه من رو نگران میکنه. باور کن تا حالا همچین چیزی ندیدم. به نظر میرسه که شدیدتر داره تقلا میکنه. من یاد داشتاش رو خوندم. یه چیزایی راجع به تلکینتیکس نوشته. یه افسانه است یا واقعیت داره؟ به عبارت دیگه قدرت فکر بر روی اجسام. آمریکایی ها تحقیقات زیادی در این زمینه کردن. همینطورم روسا. یه دختر هست که میتونه با فکر صندلی رو در اتاق بگردونه. در آمریکا مردی هست که از پشت یه لایه سر با فکر عکس و فیلم میندازه. فقط میدونم که جهل ما باعث میشه فکری پذیرا داشته باشه. بازرس، ما رد آزمایشات مربوط به قدرت فکر رو پیدا کردیم. اولیش نسبتاً آشناست. قدرت فکر در تسلط به درد رو نشون میده. سنتی بوده که روی میله‌های تیز بخوابن و از روی آتش رد بشن. این آزمایش دومی خیلی جالب تره. مغز پسر بچه مربوط شده به نوعی تابلوی نتیجه و قدرت فکرش میتونه چراغا رو روشن کنه و زنگو بزنه. این فیلم یکی از معروفترین فیلم ها در زمینه قدرت فکر بر اجسامه. کولاگینا یه زن خونه‌دار در لنینگراده، مادر بزرگه. 40 تا دانشمند عالی رتبه اونو گشتن تا شاید مغناطیس، سیم و وسایل مصنوعی پیدا بکنن، ولی چیزی نبوده. نتونستن دلیلی برای قدرتش در حرکت اشیا پیدا کنن. آخرین و از همه جالبترش این معلم تاریخ جوانه. میخواد قدرت فکرشو در خورد کردن این جام شیشه امتحان کنه.
برای ساختن یک سنوتاف اول باید 1,000,000 قربانی پیدا کرد. میدونی داف، کم کم مشکوک میشم ما دنبال قربانی میگردیم یا قاتل. یه سری پیش آمد و یه اتفاق میدونم بفهمم چرا دو حالا بهتر ولی استدلی اما بس گلاب زی واسه ویل ام گکلیرتن فال. Er wird mir sagen, ich habe noch 2 Monate in England übrig und vergeude meine Zeit für einen Mann, der noch nicht einmal tot ist. Aber bitte, Lovelace. So, bechir, Urban. Ah, bonjour. Morlar, hanım, zendas? Vale, Urban. Karahami, murattab hasta? Fikr mikunam in esselah. مخصوص کتابا باشه. بله گزارش تو خوندم. این زنفلد مرد قابل اعتمادی هست؟ اون یه زنه. تا اینجا تمام گفته هاش درست بوده. خب راستش یک عده نوشته های اونو میخوان. کیا؟ بس که اون در فرانسه هم از این افراد هستن. چرا؟ مجبور نیستن چرا شو بگم. اون کتاب نوشته برونل. این در انگلیس خلاف قانونه. هنوز نه. به اندازه کافی دردسر داریم برونل. حتی بدون یه دوجی ماتریگت که رو دستمون داشته باشیم. مارلال خیلی چیز از دلان قدرت میدونسته و اینکه چه چیزایی پشت درهای بسته و زیر فرش ها میگذشته. خودم میدونم از کجا فهمیدیم. ولی فهمیدیم. کتاب ها به اندازه کافی بد بودن. حالا میخوام بدونم تو نوشته ها چی هست. خب شما یه مشت سوژه های جدید و جالب بهم دادین. او نه نه نه. روششون این نیست. از اینا جا افتاده ترن. نه تنفر شخصی بود که دامنگیر مارلر شد. یادت باشه منم زمانی کاراگاه بودم. برای همین میدونین من اون نوشته ها رو میخوام. تاکسی بذاری یه چیزی رو بهت بگم. عده زیادی از این که بفهمن کاری که بوده تسکین پیدا میکنن. تعداد کسانی که آرزوی مرگشو دارن بیشتره. نه مارلر حرفی از هیپنوتیزم نزده بوده. زمین با هیپنوتیزم نمیشه یه مدرسه رو آتیش زد یا ماشین رو به حرکت در آورد. تو یاد داشتش مطالبی از انتقال فکر هست؟ آه بله. خب یه سوژه قابل بحث بوده. ولی باز مشکل میشه قبول کرد از این راه به پرستار خودش سرخک داده باشه. تا باعث بشه قاضی کپلی سکته قلبی بکنه. نه موضوع کپلی رو براتون گفته بود؟ آه بله. و همسایش خانم پنینگتون؟ بله. ظاهراً خود شما هم دارین یکی از قربانیان فکر مارلر میشین. درست میگم؟ خب یه سری اتفاقات خیلی عجیب بوده. بله عجیب. اتفاقی نیست زیر سر منه. ظاهراً شما هستین ولی شاید بعد از اینکه شما رو بهتر بشناسم بفهمم علت اصلی چیه. نه تو رو خدا از من حمایت نکنید. وقت خودتون رو صرف این میکنین مردم از جهنم درنین ولی بازم وجود شیطان رو انکار میکنین. اگه به تسخیر روح اعتقاد داشته باشم جادوگر میشم آقای مارلر. باهوشتری. بهم گفتن شما باهوشین. برای همین اومدم. ولی به من نگین تصادفی بوده. دکتر من یعنی همسرم و من فرزندی داشتیم. اون بچه ناقص دنیا اومد. فقط 1 ساعت زنده بود و وقتی مرد تمام بیمارستان نفس راحتی کشیدن. اگه بازم بگین تصادفی بوده مجبور میشم با مشت بزنم تو صورتتون. خیلی خوب روحم تسخیر نشده. منم مثل شما به اهریمن اعتقاد ندارم. میدونین وقتی بچه رو دیدم چیکار کردم؟ اون بچه رو میخواستم. تنها چیزی بود که از ازدواجم خسته بودم. ولی وقتی نگاش کردم اون حوادث جلوی چشمم زنده شدم. راستش ترسیدم. ترسیدم به کسی بگم. بنابراین رفتم به تنها جایی که افراد ترسو میتونن برن. بیاین تو آقای مارلر. آقای مارلر درسته؟ بفهمین. متشکرم. متاسفانه اینجا کمی کم نوره ولی اغلب مشتریام اینطور میخوان. حقیقت اینه ما بیشتر از اونی که فکر میکنیم به دوران تاریکی نزدیکیم. لطفاً بنشینین پشت میز. عصبی نباشین. من مشتریان مختلفی دارم. دختران جوان که حامل شدن.
سهامدارانی که وضع تجارتشون خوب نیست، زنان میان سالی که عاشق سرمونیشون شدن. همه ما باید سرنوشتمون رو بدونیم. خب حالا فقط میخواین کف دستتون رو ببینم یا اینکه فقط دستم رو ببینیم؟ اشکالی پیش اومده؟ نه باشه، فقط کف دستتون رو میبینم. دستتون لطفا، دست چپ. بله میدونم اخیرا فاجعه پیش اومده. بله من متاسفم، حالم خوب نیست. پیشنهاد میکنم برید یه جای دیگه. یک حادثه. کف بینی آقای مارلار، واقعا ازتون تعجب میکنم. خیلی خوب گیریم، روحتون تسخیر شده. حالا کجا باید بریم؟ کلیسا؟ بهتر باشه سعی کنیم بفهمیم چرا بچه تنها چیزی بوده که از ازدواج میخواستیم. اگه همسرمو دیده بودین اون وقت میفهمیدین چرا. هیچ میدونین این اولین باره که گفتین ازدواج کردین. ما جدا شدیم تنها موقعی که یک ساعت بعد شک پلیس که تظاهر به Da bist du ja. Ja. Allerdings. Sehe ich nicht verführerisch aus? Verführerisch? Was ist der Grund? Ein Verkehrsunfall? Ich will ins Theater gehen mit Edward. Edward Parrish. Ich bin sicher, du erinnerst dich an das Gesicht. Ja, vage. Ist das nicht der aparte Junge, der mit einer Perücke mal Jesus gespielt hat? Nein, das ist unmöglich. Ehebruch würde nicht in seiner Rolle passen. Ei. Du gestattest? Ja, bedien dich nur. Du wirst es vielleicht nötig haben. Wirklich? Er wird uns hier doch keine Vorstellung geben, oder? Nein. Aber wie ich sehe, du. Wir sind alle Schauspieler, nicht wahr? Ich bin der pflichtbewusste Ehemann und du das liebende Weib. Jetzt kann ich verstehen, was Patricia meint. Sie haben sie in der Tat nicht verdient. Niemand hat Patricia verdient. Sie wurde von Gott dafür bestimmt, unseren Glauben an ihn zu prüfen. Sie ist ein Mädchen mit außergewöhnlicher Sensibilität und viel Talent. Patricia war niemals ein Mädchen, kleiner Jesus. Kindheit hat etwas mit Unschuld zu tun, mit Rosen. Sie besitzt das Talent für Blausäure und dafür, auf Besenstielen zu fliegen. Wie konnte sie nur darauf verfallen, sich für sie zu entscheiden? Erleuchtung. Ich nehme an, Daddy ist bereit, ihre nächste Filmeskapade zu finanzieren. Nicht wahr? Ich will Patricia heiraten. Oh, hat er so viel dafür geboten? Du Mistkerl! Du warst es doch, der mich unbedingt heiraten wollte. Ich habe dich mit deiner Frau verwechselt. Ich merke, sie sind tatsächlich Zombies, wie sie sagt. Ich war schon immer für die Wahrheit. Sie verursacht in ihrem Näschen einen eigenartigen Gestank. Ich nehme an, das haben sie gemeinsam. Jetzt gehen Sie ein bisschen zu weit, mein Lieber. Oh, das bezweifle ich. Wir haben eigentlich nur eine Frage zu regeln. Sind Sie bereit, sie gehen zu lassen? Sie gehen zu lassen? Mein lieber Junge, wenn ich nicht an all dem vage beteiligt wäre, fänden Sie mich ganz auf Ihrer Seite. Auf den glücklichsten Tag unserer Ehe. Ja,
Ja, das ist es. Daddy hatte recht. Du bist gar nicht fähig, etwas anderes hervorzubringen als eine Missgeburt. Patricia. Leb wohl, mein lieber Mann. Erwarte nicht, dass ich wiederkomme. Gewiss nicht. Den Rest können Sie sich denken. یک ساعت بعدش یک پلیس که تظاهر به هم دردی می کرد اطلاع داد که همسرم همراه یک ناشناس در جاده بیز واتر در تصادف اتومبیل کشته شده. میشه فهمید چی بوده بعد از تولد بچه؟ من پیش آوردم. مثل بقیه نبود که از وقوعش با خبر باشم. خودم اینطور خواستم. شاید بیشتر از سایر موارد میخواستیم اتفاق بیفته، ولی نمیتونستیم باعث بروز یک حادثه در چند مایلی باشیم. اینطور میخواستیم، خیلی شدید. این چیزیه که باید روش تمرکز بکنیم. من اون تصادف رو پیش آوردم. میبینین باز راست فکر شما به فکر اون نزدیک شده. خب حالا یه مظنون دیگه داریم که دنبال بکنم، پدر زنش. ولی خب اعتراف میکنم اگه جای مورلار بودم مدام به دیدن شما. اصلا تونستیم بهش کمکی بکنیم؟ این آخرین باری بود که آقای مورلار رو دیدم. دیگه به مطب من بر نگشت. فقط همین. متاسفانه مجبور نیستیم دیگه همدیگر رو ببینیم. فقط همینا رو داشتم از آقای مورلار بگم. متشکرم دکتر. وقتی تمام حرفا گفته و انجام شد فهمیدم زونفلدم یک طبیب ساحر بیش نیست که شکاک ها رو وادار به قبول عراجیف میکنه. دکتر، هواپیماها شبا مانع خوابم میشن، بالای سرم صدا میکنن، ساعتها پشت سر هم. خیالات دوست عزیز من. دکتر، پوست من سیاهه و احساس میکنم فرق دارم. خیالات دوست من. دکتر، وقتی پشت رول هستم احساس میکنم میخوام بکشم. خیالات دوست من. خیالات، 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 خیالات. میخواییم برسونمتون باز هست؟ شوخی انگلیسی، ها؟ از بیمارستان شماره خواستم، نمیدونم برای چی. جز سقوط جنب و جت خبر دیگه ای نیست. فکر میکنم اوضاع به زودی عادی بشه. موبلند و برنامه ریختن علیه نیروگاه اتمی تظاهرات را بندازن. جامعه قدیم ماشین رو نگهدار. برونل صاحب کنید، خواهش میکنم، نمیتونید همینطوری. بازرس، متاسفم، باید با من بیاین. wichtig wichtig ist, dass Sie jetzt zum Krankenhaus mitkommen. نمیدونم چرا شما رو خواستم. شاید خواستم یه نفر در تعجبم شریک باشه. یه جایی در اعماق بقایای اون مغز یه چیزی زنده است و هر لحظه‌ام داره قوی تر میشه. داره خوب میشه؟ ما به تنفس دادن ادامه دادیم، سعی کردیم قلبش رو تحریک بکنیم، ولی اگه به خاطر اون نبود، اصلا. آخه چطور امکان داره؟ مغز عضو خیلی پیچیده ایه. از خانم بپرسیم.
از خون و گوشت شروع میشه و به مسائل غیر قابل درکی چون ترس، خواب، عشق و اراده ختم میشه. این مال مغز ماموریه، حالا این بمونه. فقط میتونم بگم به مغزی نگاه میکنی که مصممه نمیره. ولی چرا؟ یعنی این چیزی هست که سعی میکنه به ما بگه؟ شاید شاید یادش رفته گازو خاموش بکنه. دکتر؟ خیلی خوب. شما بیشتر از هر کسی راجع به اون مغز اطلاعات دارین. خب موضوع چیه؟ نمیدونم. هرچی که هست اونو زنده نگه داشت. خیلی معذرت میخوام. اشکالی نداره، اشکالی نداره. حتما میبایست اونو میدیدم. خب بازم خداحافظ. بازرس. خداحافظ. در زمینه پاداش و اضافه بر به توافق رسیدم. ورزش عادی زندانیان و سایر مزایایی که در خلال اعتصاب قطع شده بود از فردا به حالت عادی باز خواهد گشت. جلسه‌ای با شرکت اعضای گروه دوستان زمین تشکیل گردید و متفقاً تصمیم گرفته شد که تظاهراتی به صورت راهپیمایی از لندن به نیروگاه اتمی در وینسکیل واقع در کمبریا صورت گیرد. این بود قسمتی از فعالیت‌های اخیر این گروه در زمینه مخالفت با خطرات آلودگی در بریتانیا. سخنگوی این گروه اصرار داشت نیروگاه اتمی و فضولات مربوط در وینسکیل تهدیدی جدی خواهد بود برای چندین نسل از انگلیسی‌ها. حالا به تصاویری از نیروگاه توجه بفرمایید. خیلی خوب داره می‌جوشه. گفتم داره می‌جوشه. پیاز سرخ شده؟ آره. حالا چی؟ در ادامه خبرهای داخلی پیاز و بیکن رو بنداز توش. باش. پیاز و بیکن اضافه میشه. بعد شراب رو اضافه کن و بذار بجوشه. چی بشه؟ بجوشه. خیلی. دو دقیقه. باش. میدونی تعجب آوره که چند نفر از کسانی که از اون دلخوری داشتن مردن. خانواده اون بچه ها باورت نمیشه و اون لاولس بیچاره یه بدبخت از زندان آزاد میشه، 6 ماه حق بیکاری میگیره، آواره میشه و عاقبت هم میمونه زیر اتوبوس. بچش. میخوام راجع به پدرزنش تحقیق کنیم. شنیدم اینجا و خارج املاکی داره. فقط یه دختر داشته و... بله درسته. البته. نه خواهش میکنم. آپارتمان بی شماره 27 لانیمر گاردنز. بله. خانم دکتر بود؟ میدونستم نمیتونه همینطوری ولش کنه. بعد از این همه زحمت. تو آشپزخونه باش. سلام. ببخشید مزاحم شما شدم. به هیچ وجه. خوشحال شدم تلفن کردی. مدت کوتاهیه که اینجا هستم. خیلی گرمش کردین. همونیه که انتظار داشتم. متشکرم. چی؟ هیچی، همونطور باشه، متشکرم.
وقتی گفت بعد از اون دیگه ندیدمش دروغ گفتم. یعنی تو مطبم اونو ندیدم، ولی بازم اونو دیدم. دروغ گفتم چون خیلی چیزا میدونستم و چیزایی که میدونستم واقعا عجیب بودن. شما گفتین ضروریه، من مجبور شدم کارمو ول کنم که ترجیح میدادم نکنم. متاسفم ولی برای من ضروری بود. تعجب میکنم به چیز مهمی برخوردین که ارزشش رو داره توجه یه دکتر رو جلب کنه. وقتی شما حضور ندارین به شما امیدوار میشم. فکر نمی کنید من تونسته باشم مسبب مرگ همسرم باشم؟ آقای مارد، نه لطفا گوش کنید. من حالا می دونم که فقط زنم نبوده، بلکه همشون بودن. من خواسته بودم کپلی، بچه ها، همشون. من خواستم بمیرم. کار من بوده، من مسبب آتش سوزی بودم. نمی تونستی. جدی میگم، من باعث سوختن مدرسه شدم. من مادرمو کشتم، من پدرمو کشتم، حتی پرستارمو. من میخواستم بمیرم. باور نمیکنید؟ فکر میکنم بهتره یه چیزی بهتون بدم که کمک کنه امشب بخوابین. فردا تو مطبم شما رو میبینم. احتیاجی به قرصهای شما ندارم. نمیخوام مثل یک محجور با من مدارا کنید. دارم بهتون میگم من اینطور خواستم. من دستور دارم اونا بمیرن. هنوزم باورتون نمیشه؟ خواهش میکنم فردا دربارش حرف میزنی. فردا؟ تو رو خود از اون فلد. من پدرمو کشتم، من مادرمو کشتم، من همسرمو کشتم. این یک سردرد معمولی نیست. من چی هستم؟ چطور میتونم مرد به وجود بیارم؟ من میرم. فردا ساعت 11 برای شما وقت نگرم. همینجا بمون. فردا ساعت 11؟ نه، فردا نه، الان. اشکال پیش اومده. ولی قدرت ماموری کاپیتان. عکس العمل نشون نمیده. احمق ده رو بکش. احمق ده؟ چه کدومی خورد؟ ثروت به دست میاریم، عقده و حرص ما رو میگیره،
به قدرت میرسیم و جنون پیدا میکنیم. همیشه نابود کننده است. چرا زنفل؟ چرا؟ همکنون گزارش رسید که یک جمبو جت در مرکز لندن سقوط کرده. گفته میشود این هواپیما بیش از 300 سرنشین داشته. طبق گزارش های تایید شده این هواپیما به یک ساختمان اداری برخورده بوده و منفجر شده. قطعات در حال سقوط یک سینما را به آتش کشیده و عده زیادی از آبرین در خیابان جان خود را از دست دادند. عبور و مرور در منطقه وست اند لندن قطع گردید. هنوز روشن نیست که علت این سانحه چه بوده است. کمکم کن زونفلد، قبل از اینکه دیوانه بشم. اون شب نمیتونستم به کسی کمک کنم. وقتی اون اتاق ترم باور کردم چیزی رو که دیده بودم. وقتی رسیدم خونه زیاد مطمئن نبودم. میدونی این ظاهرن غیر قابل باور بود. و حالا باور میکنید؟ بله. Wurde mir klar, dass ich Ihnen das sagen musste. Ich möchte Sie jetzt nicht länger stören. متشکرم دکتر. خیلی ممنونم که اومدین. از حرفاش چی فهمیدی؟ مسلماً قربانی یه دیوونه است. و حالا به ظاهر روان پزشکم دیوونه شده. بگو چی فکر میکنی؟ حرفای اون هنوز تموم نشده. نه. فکر میکنی کار زنه بوده؟ نه نه بازرس، این حدس خیلی ناجوره. برای چرا بکشدش؟ فکر میکنم به این علت بوده که فکر میکرده ممکنه کارهای بدتری بکنه. بدتر از فاجعه جنبوجد؟ نمیدونم، قدر مسلم یه چیزی که به مراتب از کشتن اون بدتر بوده. خب همونطور که گفتی مهم نیست. مهم اینه که تو درست میگی یا نه، و اگه بتونی ازش اعتراف بگیری که در دادگاه ازش استفاده بشه. سنگینن. فونداسیون دیگه نمیتونه نگرشون داره. اونا نگران شکاف های وست فرانت هستن. خواهیم دید. من مردی هستم که قدرت خلق فاجعه داره. تری، گفتم که نمیخوام کسی بازرس. متقاعدش کردم میخواین منو ببینیم. البته فکر کردم
بهتر حرف بزنی. تصمیم گرفته این درسته؟ بله. برای من مشکل بزرگی بوده، نمیتونم با این آگاهی زندگی کنم یا با اون بمیرم. الله بود دلائلی هم داشته. بله، دلایلی که داشته. روز بعد از سانحه جامبو جت اومد خونه من بدیدنم، در میون اون بلوا و رابندون. برای من واقعیت به نحوی ساختمان های ویران، متصدیان آمبولانس، بدن های خرد شده باعث شدن اون چه که در آپارتمانش دیده بودم غیر ممکن جلوه کنه. فورا این احساس رو درک کرد و قبل از رد و بدل شدن دو جمله رفت. شب بعدش تلفن کرد، ظاهرا نامتعادل بود. اون گفت سفینه فضایی به کره ماه نزدیک شده زانفیلد، تا دو ساعت دیگه وارد مدار میشه، بهت قول میدم که برمی. در حالی که تو نگران برخورد اون تابوت چند میلیارد دلاری به ما هستی، فکرشو بکن که میلیون ها نفر میتونستن از اون پول و تکنولوژی بهره بگیرن. سیاست مداران چطور به فکر اون سه انسان فضا نورد هستن در حالی که میلیون ها انسان با مرگ دست بگیرن؟ تا در خانه پروردگار به خاطر 3 میلیون پوند به درگاهش دعا و شکر کنن. Gott, die Dreckarbeit abzunehmen. Die königliche Anführerin, ihre Parasiten und diese ganze Bande von internationalen Volksverführern. مثل دیوونه ها بود، ولی تمام حرفاشو باور کردم. میبایست میرفتم پیشش. خیابونا خلوت بودن، حتی پلیس ها بیشتر به فکر پروژه فضایی بودن تا ترافیک. هیچ کس منو ندید، هیچ کس اهمیت نمیداد. نگهبان حتی چشمشو از تلویزیونش بر نداشت. راستش نمیدونستم چی کار میخوام بکنم. قفل نیست. یه تو؟ تو خیلی ضعیفی. ما رسیدیم به دم. میدونستم میایی. سعی میکنم من داره یدک رو به کامپیوتر. یه دقیقه صبر کن. نباید اینو از دست بدم. خب این آخرین کلمات بود. تماس رادیویی از بین رفته. برات مشروب ریختم. فکر کردم در این مورد متمدن باشیم. آچلیس 6 ماموریتی که قرار بود افتتاح کننده پایگاه دائمی تا آخرین لحظات فاجعه رو تماشا کنید. قرار شده که اگر معجزه ای رخ نده منجر به بروز اولین فاجعه آمریکا در فضا خواهد شد. شاید بتونم مانع بشم. برای یک لحظه مثل سنگ شده بودم. بالاخره واکنش دیده شد. میدونستم مادامی که اون زنده است معجزه ای رخ نخواهد داد. و موفق نشدم. نمیتونستم به کسی بگم، هیچ کس باور نمیکرد. همه میگفتن دیوونگی از طرف من بوده. خب شایدم بوده. پس دیدم، فکر میکنم فهمیدم چی زنده نگرش داشته.
کاری از دستتون ساخته نیست، کسی حرفتون رو باور نمی کنه. ولی سعی خودم رو می کنم. موفق باشی. منو بازداشت نمی کنی؟ باید دید چه کاری مقدمه. خیلی خود تو قاتل پیدا کردی برونل، ولی این فرضیه چندان مقبولی نیست. هنوزم حرفاتو باور نمی کنم. اول بهتره بگم مرلار نمرده، با مقاومت مافوق بشری با مرگ مبارزه میکنه، درسته؟ و غیر منطقیه. خیلی خوب، دور از عقله، ولی معتقد بوده قدرت نابود کردن یک هواپیما رو داره، میتونه یک کلیسا رو فرو بریزه. اون زنده است، گفته این کارو میکنه. اون خود شیطان، مطمئنم، و به نظر من این کارو میکنه. چطوری؟ من که اون آزمایشاتو براتون گفتم، در روسیه، دانمارک و ایالات متحده، دیدم که یه مرد با متمرکز کردن فکر شیشه رو میشکنه، ولی حقیقت داره. چطوره؟ 100 سال پیش فکر فرستادن صدای انسان به اون طرف اقیانوس دیوانگی به حساب میومد. ولی کلیسای مینستر؟ زونفلد معتقده میتونه این کار رو بکنه، به حدی معتقد بوده که اونو کشته. ولی چرا مینستر؟ چرا یک کلیسا؟ چون کلیساست، یه سیستمه، چیزیه که ازش متنفره. خیلی خوب، خیلی خوب. حالا توصیه میکنی چی کار بکنیم؟ مراسمو به هم بزنید، کلیسا رو ببندیم. دیوانه شدی؟ میدونی چه زحماتی کشیده شده؟ این کار ممکن نیست اصلا. بگم به چه دلیلی باید این کار بشه؟ فقط حرفای تو منو میندازن زندان مرد. بریم پیش کشیش، حتما اون به قدرت ماورا و طبیعه اعتقاد داره. اصلا امکان نداره. مهندسین به من قول دادن که این کلیسا امنه. نمیشه از مدعوین خواست برنامه از قبل پیش بینی شده رو تغییر بدن. فقط یه دیوانه تهدید کرده. قربان، ولی ما معتقدیم تهدیدش تهدید واقعیه. به اصطلاح ما زن منطقیه. شما بهش بگین ایمان. خب، فلسفه اخلاقی چیزیه که آدم از اسکاتلند یارد انتظار نداره. علم نمیتونه توضیح بده چرا مغز مرلار هنوز زنده است حالی جناب، و گمان نمیکنم بتونه توضیح بده که فکر قادر به انجام چه کارایی است. حتما شما موافقین که علم نمیتونه جواب خیلی از ابهاماتو بده. در مورد شما بی انصافی کردم بازرس. باید در مورد آقای مرلار واقع بین باشم و برای روحش دعا میکنم. نمیشه از این بالاتر رفت؟ میتونم برم پیش وزیر کشور، بهش بگم یک دیوونه که سه چهارمش مرده امواج مغز میفرسته که قدرت دارن یک کلیسای بزرگو به هم بریزن. رئیس اسکاتلند یارد فعلا در سفره. خب سعی میکنم در لیدز پیداش کنم و در راه برگشت باهاش صحبت کنم. خوبه؟
حالا به شکستای من عادت کردی. فقط مدت کوتاهی که با هم آشنا شدیم. من برگشتم بیمارستان، ایستادم و بهش خیره شدم. به ظاهر ساده بود، یه لوله رو به راه‌های مختلف میشه تمومش کرد، ولی نتونستم کاری رو که شروع کرده بودم تموم کنم. بنابراین این مشکل رو به شما میسپرم بازرس عزیز، منو ببخشین. فتزاین زیمی کامیون هست. ارتعاشات وحشتناک میشه. نباید بذارم وارد این منطقه بشم. دوشنامه بگم آقا، اختشاش در نیروگاه اتمی موفق شدین؟ تمام وقتش رزرو شده بود، منو نپذیرفت. منشیش گفت برای فردا صبح ازش برام وقت میگیره. خب با این داستانی که داریم نمیشد همینطوری بریم پیشش. از بیمارستان چه خبر؟ نمیتونم بفهمم. در خلال شب امواج مغزش افزایش پیدا کرد، بعد آروم شد، حالا بازم رو به افزایش. نمیدونم چه مفهومی داره. زونفلد مرد. خودکشی؟ نمیدونم. گاهی فکر میکنم تو درست میگی و بعضی مواقع میدونم که این غیر ممکنه. راستش نمیدونم چیکار کنم. نمیدونم چی بگم، ولی امیدوارم دیوانه باشی. چیزها رو ندارم باز رست. میدونم، ولی از کلیسا خاک ریزش میکنه. این بودجم برای همینه. مال ترافیک عصره. ترافیک رو منحرف کردن. الان هیچی نمیدونم علاقه دارید، ولی بهتون قول میدم جای نگرانی نیست. حالا برای کلیسا دعا کنید باز رست و برای آرامش روح خودتون. موسیقی
متقاعد شدین؟ اونقدر که بخوام جلوشو بگیرم، آره. یه کاری میتونیم بکنیم. هر قیمت باشه خریدارم. بگین اینجا بمب گذاشتن. میشه ظرف چند دقیقه کلیسا رو خالی کرد. همین کارو میکنیم. تو به اونا بگو من تمام محبت رو خلوت میکنم. نه، حرف منو باور نمیکنن. شما برین، من محبت رو خلوت میکنم. برونر اصلا نترس. یه رو بفت دیگه نزدیک. بسیار خوب. بازرس برونن از تبادل فرانسه. بله قربان. با بمب تهدید کردن. باید بلافاصله همه این کلیسا رو ترک کنن. فقط یه شوخی بوده. سه دفعه این کلیسا رو گشتیم و همینطور کارکنان شد. تمام کتاب دارم گشتیم. قربان به دلایلی میدونیم که این شوخی نبوده. نمیشه ریسک کرد. راهنمای اصلی رو دوباره بازرسی کنید و همینطور جایگاه مخصوص مرکب و کشیش قربان. بذارینش به عهده من بازرس. خب من با این خبر کجا بوده؟ میرم کمیسر پلیس رو بیارم. قربان معاون کمیسر رو ندیدی؟ حرف منو باور نمی کنن. فکر میکنن شوخی بوده. شما بهشون بگید. من کشیش رو دیدم، خبر رو بهشون داد. به زودی میان بیرون. همین متقاعدشون میکنن. بیرون کردن مردم تون میکشه. زودتر 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 بیارینشون بیرون. حرفتون رو باور نکرده. نمیخواد تعطیلش کنن. قربان ببینی؟ من سقف کلیسا رو روی سر تمام اونها پایین میارم. از اینجا ببرینشون. من میرم بیمارستان. ماشین رو از اینجا ببره. طوری نیست. من مأمورم. دکتر اینجا چه اتفاقی داره میفته؟ وحشتناکه.
اسکیل، نیروگاه اتمی. اونجا رو ببین. We'll be right back.